دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید تحریم ها علیه روسیه که توسط دولت باراک اوباما وضع شده است به قوت خود باقی میمانند اما تداوم این تحریم ها در صورت همکاری روسیه کوتاه مدت خواهد بود به گزارش واشنگتن پست روسیه از کابینه آتی آقای ترامپ دعوت کرده است در کنفرانس صلح سوریه که قرار است در اواخر ماه ژانویه جاری در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود شرکت کند در این کنفرانس سوریه، روسیه، ایران و ترکیه نیز شرکت خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش اصل رحمانی. آقای ترامپ در مصاحبه با وال استریت جورنال که شب گذشته منتشر شد گفت تحریم های علیه روسیه دست کم برای مدتی کوتاه باقی خواهند ماند اما در صورت همکاری روسیه در رسیدن به منافع مشترک و جنگ با داعش ممکن است آنها را لغو کند. مگر خوب نیست اگر ما عملن با روسیه و کشورهای دیگر کنار بیاییم و با هم به جنگ با داعش برویم و نابودشون کنیم آیا این سیاست خوبی نیست؟ پرزیدنت اوباما در واکنش به حک ایمیل های حزب دموکرات که منابع اطلاعاتی آمریکا میگویند از نقش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آن اطمینان دارند تحریم های جدیدی علیه روسیه وضع کرد و شماری از دیپلمات‌های روس از آمریکا اخراج شدند آقای ترامپ که سه روز قبل از دریافت گزارش سازمان های اطلاعاتی دخالت روسیه و آقای پوتین را در حک کردن کمیته ملی حزب دموکرات پذیرفته بود دیروز موضع خود را تغییر داد و در توییت خود نوشت جنبندی سازمان های اطلاعاتی از دخالت سایبری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر پایه شواهد استوار نیست آقای ترامپ در مصاحبهش همچنین گفت میداند که روس ها میخواهند با او ملاقات کنند و او پس از ورود به کاخ سفید برای چنین ملاقات هایی آماده است در این میان به گزارش روزنامه واشنگتن پست روسیه از دولت ترامپ که هفته دیگر بر سر کار می آید برای حضور در مذاکرات صلح سوریه که قرار است در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود دعوت کرده است واشنگتن پست میگوید این دعوت ماه گذشته از سوی سفیر روسیه در واشنگتن در تماسی تلفنی با مایک فلین گزینه آقای ترامپ برای پست مشاور امنیت ملی صورت گرفته است روسیه بیشتر از دولت پرزیدنت اوباما برای حضور در گفتگوهای آتش بس سوریه دعوت نکرده بود تماس های تلفنی بین آقای فلین و سفیر روسیه نیز این روزها بحث انگیز شده است. برخی میگویند چنین تماس هایی با قانونی که دویست سال قبل وضع شده است مقایرت دارد. اصل رحمانی صدای آمریکا.